بقیه حکایت نابینا و مصحف. مرد مهمان صبر کرد و ناگهان کشف گشتش حال مشکل در زمان. نیمه شب آواز قرآن را شنید، جست از خواب آن عجایب را بدید. که ز مصحف کور می‌خواندی درست، گشت بی صبر و از او آن حال جست. گفت آیا ای عجب با چشم کور، چون همی خوانی همی بینی سطور. آنچه میخوانی بر آن افتاده ای، دست را بر حرف آن بنهاده ای. اسبعت در سیر پیدا میکند، که نظر بر حرف داری مستند. گفت ای گشت ز جهل تن جدا، این عجب میداری از صنع خدا. من ز حق درخواستم که مستعان، بر قرائت من حریصم همچو جان. نیستم حافظ مرا نوری بده، در دو دیده وقت خواندن بیگره. باز ده دو دیده ام را آن زمان، که بگیرم مصحف و خوانم عیان. آمد از حضرت ندا که مرد کار، ای به هر رنجی به ما امیدوار. حسن ظن است و امیدی خوش تو را، که تو را گوید به هر دم برترا. هر زمان که قصد خواندن باشدت، یاز مصحف ها قرائت بایدت. من در آن دم وادهم چشم تو را، تا فرو خوانی معظم جوهرا. همچنان کرد و هر آنگاهی که من واگشایم مصحف اندر خواندن، آن خبیری که نشد غافل ز کار، آن گرامی پادشاه و کردگار. باز بخشد بینشم آن شاه فرد، در زمان همچون چراغ شب نورد. زین سبب نود ولی را اعتراض، هرچه بساند فرستد اعتیاز. گر بسوزد باغت انگورت دهد، در میان ماتمی صورت دهد. آن شل بی دست را دستی دهد، کان غمها را دل مستی دهد. لا نسلم و اعتراض از ما برفت، چون عوض می آید از مفقود زفت. چون که بی آبتش مرا گرمی رسد، راضیم گر آبتشش ما را کشد. بی چراغی چون دهد او روشنی، گر چراغت شد چه افغان می کنی؟